جوایز ژانر اکشن از اون دست بخش‌هایی که هر سال غیر از جامعه گیمرها توسط خیلی عظیمی از مخاطبان دنیای سرگرمی هم تجربه میشه. لیست امسال نامزدهای ما با اضافه شدن بازی‌های مبارزه‌ای و شکل‌گیری بخش بهترین بازی اکشن مبارزه‌ای سال رنگ و بوی متفاوتی داره و رقابتی از همیشه داغ‌تر رو شاهدیم. علاوه بر سال شلوغ عناوین مبارزه‌ای که بیشک با عرضه تکن 8 در سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد، بازی‌های اکشن هم روزهای خوبی رو پشت سر می‌گذارن. از ادامه و نسخه دوم عناوینی که پیش از این عرضه شدن تا شکل‌گیری یک آی پی کاملا جدید از غافلگیری‌های 2023 برای دوستداران بازی‌های ویدیویی بودن. سالی که بسیاری اون رو با سال‌های طلایی نسل هفتم کنسول‌های خانگی مقایسه می‌کنن و عرضه پرتعداد عناوین با کیفیت رو دلیلی برای این مقایسه میدونن. در ادامه سراغ هفت بازی میریم که به ترتیب در لیست بهترین های امسال بازی سنتر در بخش اکشن مبارزه‌ای حضور دارن. برای عنوانی که نزدیک به یک دهه در جهنم توسعه بود و بسیاری حتی عرضه اون رو غیر ممکن میدونستند، دید آیلند 2 یک اثر موفق به حساب میاد. موفقیتی که از چند زاویه و با نگاهی به آمار قابل ردیابیه. فروش بیش از 2 میلیون نسخه، اقبال گیمرها نسبت به بازی و البته منتقدهایی که به شدت از خشونت و سیستم هوشمندانه بازی برای قطع عضو دشمنان تعریف کردند، دست به دست هم دادند تا دد آیلند 2 پایانی شیرین رو تجربه کنه. دومین نسخه این سری اکشن که حالا مثل خیلی از عناوین هم ژانر خودش المانهای نقش‌آفرینی هم به فرمولش اضافه کرده، با وجود استفاده از موتور گرافیکی آنریل انجین 4، ظاهری چشم نواز و متنوع رو پیش روی مخاطبش میگذاره. ظاهری که اگر به مبارزه خشن با زامبی ها در یک لس آنجلس آخر زمانی علاقمند باشید، بیشک یکی از بهترین انتخاب های شما در سالی که گذشت به حساب میاد. Yeah, گوسترانر 2 همه اون چیزی که بازی اول ارائه می‌کرد رو به شکلی کامل‌تر، چشم نوازتر و البته با عمقی بیشتر پیش روی مخاطب می‌گذاره. اضافه شدن وسایل نقلیه و به طور خاص موتورسیکلت دقیقاً به همون سبکی اتفاق افتاده که بازی اول انتظارش رو برامون ایجاد کرده. سریع، خشن و البته پر از هیجان و آدرنالین. داستان جک همچنان ادامه داره و اگر پیگیر جهانی باشید که در گوست رانر اول شکل گرفت، احتمالاً تجربه چند ساعته بازی دوم و البته تلاش برای پیشرفت قصه نسبت به گذشته رو احساس خواهید کرد. با این حال قصه جایی نیست که گوست رانر 2 مخاطب رو با خودش همراه میکنه. بازی به شکلی چشمگیر در مقایسه با نسخه اول تجربه سندباکس و با آزادی عمل بالاتری رو ارائه میده. حالا برای انجام هر بخش از مراحل بازی چندین روش و ترکیبی از اونها پیش روی شما قرار داره که کار رو از قبل جذابتر و لایه جدیدی به گیم پلی بازی اضافه میده. اگر به دنبال یک اکشن اول شخص دیوانوار با ایده های متفاوت میگردید، تور با اوورکیل رو برای شما ساختن. یک دنیای آخرالزمانی دیگه با تم سایبرپانکی احتمالاً و روی کاغذ ایده چندان جالبی به نظر نمیرسه. ماجرا در ادامه و زمانی جالب میشه که به این ایده و محیط نچندان نوآورانه یک پروتاگونیست نیمه روباتیک دیوانه اضافه کنه. شخصیت اصلی بازی به جای یکی از پاهاش اره برقی با خودش حمل میکنه و لیست دیوانواری از سلاح‌های مختلف برای پیشروی و از بین بردن دشمنان در دسترسش قرار داره. چراغ‌های نئونی، سلاح‌های دیوانوار و خشونت افسار گسیخته المان‌هایی‌اند که حتماً بعد از به پایان رسوندن تور با اوورکیل در ذهنتون باقی خواهند ماند. گیمرها از چالش برانگیز بودن بازی در هنگام تجربه اون لذت بردند و البته با این حال تور با اوورکیل رو یک تجربه دسترسی پذیر دونستند. در روزهایی که همه انتظار یک خبر هرچند کوتاه از بسته الحاقی Elden Ring رو داشتن، From Software یک اکشن با کیفیت و تکنیکال رو روانه بازار کرد. اثری متفاوت از سولز لایک های اخیر این شرکت، اما وفادار به ریشه های استودیو، اون هم 26 سال بعد از انتشار اولین نسخه. Armored Core 6 توسط ماسارو یاماموورا کارگردانی شد، گیم دیزاینری که با عنوان Sekiro Shadows Die Twice میشناختیم و حالا این فرصت رو داشته
تا یک بار دیگه ما رو وارد دنیای پرجزئیاتی از جنس دیزاین‌های خودش کنه. Armored Core 6 روی شخصی سازی و البته بهبود عملکرد وسایل نقلیه جنگی خاصی که در دنیای بازی و با همین نام وجود دارن تمرکز داره. اثری که شاید در نگاه اول ارتباط برقرار کردن با اون دشوار باشه، اما اگر چند ساعتی بهش وقت بدید، احتمالاً با یکی از چالش برانگیزترین و متفاوت‌ترین اکشن‌های سال روبرو خواهید شد. اثری که بیشک با بروزرسانی‌های جدید خودش و پشتیبانی بلند مدت فرام سافتور راه همواری برای ساخته شدن ادامه‌های بیشتر از خودش رو در پیش داره. از رونمایی تا انتشار، مورتال کامبت 1 روندی رو طی کرد که هواداران لحظه به لحظه برای تجربه محتوای بیشتری از اون مشتاق بودند و البته هستند. اد بون با وجود سیاست‌های نچندان جذاب ناشرش و انتقادهایی که به پایان بندی بخش داستانی مورتال کامبت 1 مطرح میشه، تونست در مجموع از سخت گیرترین هواداران مجموعه هم نمره قبولی بگیره. ساخته جدید استودیو نذررالم نه تنها داستانی نو رو برای شخصیت‌های محبوب سری آغاز می‌کنه، بلکه با اضافه شدن سیستم کمئو در بخش گیم پلی هم حرف‌های بسیاری برای گفتن داره. نکته جالب توجه در رابطه با مورتال کامبت 1 اونه که سر و صدای بازی تازه با عرضه نهایی اون شروع شده و با عرضه هر شخصیت جدید در قالب بسته الحاقی، رکورد‌های جدیدی برای اد بون و تیم همراهش شکسته میشن. رکورد‌هایی که بیشک شکستن برخی از اونها در پروژه بعدی این استودیو، یعنی اینجاستیس 3، به واسطه تفاوت جنس مخاطب‌هاش میسر نخواهد بود و باید تا یک عرضه بزرگ دیگه برای مورتال کامبت منتظر بمون. اگر چند سال قبل به یکی از دوستداران ژانر وحشت میگفتید که تیم تنگو گیم ورکس خالق مجموعه The Evil Within اثری اکشن ریتمیک رو بدون معرفی قبلی روز عرضه روانه سرویس گیم پس میکنه، بیشک به منطقی بودن اوضاع شک میکرد. ماجرا اما برای کارگردان The Evil Within 2 دقیقاً به همین شکل پیش رفته. اون حالا یکی از متفاوت ترین فرانچایز های اکشن ریتمیک چند سال اخیر رو در دل یکی از استودیوهای دارای امضا در ژانر وحشت به دنیا آورده و های فای راش رو تحویل مخاطب داده. بازی برخلاف ظاهر خوش رنگ و لعابش بسیار چالش برانگیز و البته شنیدنیه. مگه میشه در دنیایی که همه چیز با ریتم و ضرب آهنگ پیش میره غیر از این باشه؟ های فای راش خوش ساخته و این رو میشه از همون اولین دقایق بازی متوجه شد. بازی ارزش تکرار بالایی داره و ساخته شده تا چندین بار و با چالش‌های متفاوتی که پیش روتون قرار میده تجربه بشه. استریت فایتر 6 بهترین بازی اکشن مبارزه ی سال 2023 به انتخاب بازی سنتر. از اصلی ترین دلایل انتخاب ما حفظ اصالت و دی ان ای سری ضمن مدرن کردن فرمول بازی و دسترسی پذیرتر کردن اون بود. به جرئت میشه گفت که استریت فایتر 6 با معرفی کردن دو فرم متفاوت کنترلر، یعنی مدرن و کلاسیک، روح تازه‌ای در این سری بازی دمیده. علاوه بر این لیست شخصیت‌های قابل بازی برخلاف نسخه قبلی همون چیزی بود که دوستداران بازی‌های مبارزه‌ای منتظرش بودن. شاید بسیاری از گیمرها از پشتیبانی ضعیف محتوای تک نفره در استریت فایتر 6 گله داشته باشند، اما با این حال بزرگترین منتقدان بازی هم نظرند که نسخه ششم یک اثر انقلابی و رو به جلو برای کل مجموعه به حساب میاد. بدون شک در آینده نزدیک کپکام با عرضه نسخه های مختلف از بازی در قالب های چون توربو و آلفا به موفقیت و فروش این نسخه از بازی اضافه خواهد کرد. خب به پایان این آیتم رسیدیم. انتخاب شما برای بهترین بازی اکشن مبارزه‌ای سال 2023 کدوم بازیه؟ نظرات خودتون رو در قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید. برای اطلاع از جدیدترین ویدیوها در حوزه سرگرمی حتما کانال یوتیوب بازی سنتر رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید.